درود در این برنامه موسیقی از این نوع و موسیقی فاخر عروس گل از باد صبا شده در چمن چهره کشا همینطور در این برنامه تاریخی که نوشته شده ولی دیده نشده جز پرهیز و خودپرستی هر که تصور شود در این کشور موجود است و تاریخی که نه نوشته شده و نه دیده شده این کاخ مال یک خانواده بسیار پولدار و اشرافی ارمنی که میگفتن از دودمان اشکانیان هستن از اون دوره در گرجستان بوده ولی در آغاز برنامه موسیقی به سبک موسیقی رنگی دوران قاجار شهرآشوب ضربی و رنگی بود به یاد به افتخار کسانی که از زمان ممنوعیت موسیقی از دوران صفوی ستار و لای عبا گذاشتن و به محفل‌های خصوصی رفتن و به افتخار تمام نوازندگانی که از ادیان مختلف در ایران موسیقی شاد و بزمی رو در محافل ادامه دادن به افتخارشون خیلی متشکرم از شما که به اون سبک برای ما دوباره مینوازید قطعه رنگی دیگه هستش بعد اینجا میریم به یک تالار بسیار به خصوص در شهر تفلیس چون ما الان در حاشیه ایران هستیم و داستان ادامه دارد مرکز تفلیس هستیم خیابان رستاولی که برای گرجی‌ها معادل فردوسی هستش در اینجا بناهای قدیمی زیادی هست جای خیلی مهم یکیش این کاخه به قول گرجی‌ها کاخ جانشین یعنی نماینده یا جانشین روس‌ها در این کشور زمانی که گرجستان میپیوند به روس‌ها اینجا مرکز روس‌ها میشه و نماینده‌شون اینجا بوده و در این کاخ بوده که ناصرالدین شاه در سفرهای فرنگستانش اقامت میکنه و در وصفش بسیار مینویسه ببینیم که ناصرالدین شاه واقعا چه دیده بوده در اینجا از زیبا تلاکاری هایی بله جانشین روس ها در این کشور این یکی از اتاقاش میگه قصر بزرگی با اتاقهای بسیار زیاد ولی اتاق مورد نظر ما پشت این دره اتاقی که ناصرالدین شاه هم دیدتش
عجب ساختمانیه، خیلی جالبه. اصلا باورش نمیشه وسط تفلیس همچین سالونی باشه به این سبک. این کاملا سبک ایرانیه، چون که در قدیم در تفلیس اصلا مد شده بوده که کاخها یک اتاق ایرانی داشته باشن به سبک ایرانی. عدید اونا ایرانی سبک شرقی بوده. بسیار زیبا. و ناصرالدین شاه در خاطراتش می نویسه درباره این ساختمان و این اتاق که ما عینک رو بزن چشمون ببینه. ناصرالدین شاه در خاطراتش می نویسه از چند اتاق گذشتم که ما هم گذشتیم و از یک تالاری که بناهای ایران ساخته بودند گچبری کرده بودند با آینه. عمارت خوبی داشت. زینت و اسباب و اتاقها همه از اسباب ایران بود. قالی‌های بزرگ فراهانی و کرمانی، اسباب میز و تخت و غیره از شیراز و اصفهان، پارچه‌های گلدوزی رشتی در متکا، بالش و روی صندلی به کار برده بودند. این اسباب صنایع ایران را نه برای اینکه من به این عمارت آمده ام گذاشته بودم، بلکه از قدیم بوده است. و این داستان. و جالبه که اینجا هم سالن رقص بوده، سالن رقص این کاخ جانشین روس‌ها. و ناصرالدین شاه هم اینجا اومده و موزیسین ها، نوازنده ها یا مطربان هم اونجا می نشستند و می نواختن برای کل این سالن. بریم از اون بالا نگاه کنیم پایین. و نوازندگان اینجا این صحنه رو میدیدن. به احتمال خیلی زیادی سازهای ملی خود این کشور، یا اگه روس‌ها بودن سازهای کلاسیک، حتی سازهای روسی برای آهنگای کلاسیک اون زمان که باهاش رقصهای خیلی رسمی میکردن در اینجا اجرا و در اونجا هم انجام میشده. بسیار جالبه. برای یه همچین سالونی، یه همچین تالاری، ما میتونیم آهنگایی رو از به اصطلاح گنج سوخته بزنیم که یه سری آهنگای دوره مظفرالدین شاه بود که پیدا شد. مال اون زمانی بود که صفحه‌های لوله‌ای بود از جنس موم، اولین شکل فونوگراف ها که بعدش گراموفون اومد، بعدش هم کاست، بعدش هم دیگه سی دی و ام پی 3. نوازندگان بنوازند. ناصرالدین شاه تنها کسی نبود که نزدیک 150 سال پیش به گرجستان سفر کرد. ایرانی‌های بسیاری در این کشور اون زمان زندگی می‌کردن و بسیاری دیگه هم حتی از این کشور رد می‌شدن برن کشورهای دیگه و سفرنامه‌هایی نوشتند. در بایگانی موزه تفلیس هم نقاشی‌های قاجاری وجود داره که بعضیش هم خیلی کمیاب هستن، مثل نقاشی دوران نوجوانی مظفرالدین شاه. اینها نشانه حضور اشراف ایرانی در این شهر یا تبادل فرهنگی دو کشوره. در یکی از اتاقهای موزه با کارشناسی ملاقات کردم که تخصصش تاریخچه ایرانیان گرجستانه. ما جای جالبی هم نشستیم. نشه تکیگاه پادشاهان باد این. این هم مبلمانیه که ممکنه همونی باشه که ناصرالدین شاه در سفر فرنگستانش می نویسه. خیلی جالبه. این مهمتر از همه کتاب شماست. حالا برینم. به زبونه گرجستانی هستش. به زبان گرجستانی ولی به زبان فارسی هم. فارسی هم دارین. همین یه جمله در منابع فارسی دوره قاجار. مجموعه من از 65 منابع تشکیل میشه و دوره بیش از 100 ساله را فرا میگیره. چه کسانی سفرنامه ها رو می نوشتن؟ ایرانیان گوناگون. دو راه مهم مسافرین ایرانیان از گرجستان می گذشت، به مکا و مدینا و به اروپا.
مسافرین بودند، مخصوصا حجاج، شکایت میکنند از بیرسمی گرجی ها و می نوشتند که جز پرهیز و خودپرستی هر چه تصور شود در این کشور موجود است. خداوند حفظ کند مسافرین ملت اسلام از شر شیطان و سرکشی نفس اماره. ولی دیگران بودند که می نوشتند که این کشور حقیقا بهشت زمینی است و مرد بهوش از اینجا جایی نرود. دیگه چه کسانی سفرنامه رو نوشتن غیر از مردم معمولی که الان گفتیم؟ این بودند، این نصیرالدین شاه هاست که سه بار اینجا آمدند. این ایلچی این سفیر ایران در لندن بود. اولین این ایشون بودند که به تفلیس آمد. چی نوشتن مورد تفلیس ایشون؟ خیلی خوشت نایمد. آزادی زنها، خوردن شراب و غیره غیره، بیرسمی ها ایشون نپسندید. ناصرالدین شاه در مورد اینجا چه میگه؟ ناصرالدین شاه بیمارستان ها، کارخانه ها، چاپخانه ها و کلوب ها را دید و ادارت جدیدی و اروپایی اینجا دید و خوشش اومد. ایشون کی هستش؟ ایشون امین‌الدوله هستند، وزیر بزرگ مظفرالدین شاه بوده. این خوردن شراب، آزادی زنها برای ایشون خیلی غریبی و اهل ایرانیان که اینجا زندگی میکردند آنها هم زنها حجاب نداشتند. و چی شد ایرانیان رفتن از اینجا؟ رفتند. آیا ایرانیان موندن اون 4-6 هزار نفر؟ ایرانیان اینجا کار میکردند، کارشون میکردند، کاسبی بودند، بانایی بودند، زراعی هم بودند، در فصل‌های تابستان یا پاییز که کار بانایی هست. آها، میان کار میکنن میرفتن. کارگران فصلی بودن. که ما البته قصرهایی در اینجا هست که بناهای ایرانی در اونجا کار کردن. بناهای ایرانی هم هست. خیلی قشنگ، خیلی ممنون از شما. حالا نگاهی بکنیم به یکی از قصرهای اینجا، به اتاقهای ایرانیش. ما در قلب تفلیس هستیم، وسط شهر، و یک کاخ قدیمیه که اینجا داره خراب میشه، میریزه همه چیزش و دارن الان بازسازیش میکنن. واسه همین مجسمه ها و اشیایی که داخل این کاخ بوده رو بردن بیرون تو حیاط گذاشتن و دارن اینجا رو تعمیر میکنن. اینجا زمانی آکادمی هنر بوده و قبل از اون یک کاخ مجللی بوده که زمانی کبکب و دبدبه‌ای داشته، افسانه ها دربارش بوده. داخلش اتاق‌های ایرانی هست، آینه کاری، گچکاری که واقعا دیدن داره و افسانه ها براش گفتن. کاخ مال یک خانواده بسیار پولدار و اشرافی ارمنی در گرجستان بوده، خانواده اشراگین که میگفتن از دودمان اشکانیان هستن. از اون دوره اجدادشون رفته بودن به ارمنستان و پادشاه ارمنستان بودن برای مدتی، واسه همین ارمنی میشد ولی اصلیشون از اشکانیان میاد. اونا دستور میدن که این کاخ ساخته بشه، چون میلیاردرهای زمان خودشون بودن میتونن بناها و هنرمندان از اصفهان به تفلیس بیارن و اونا اینجا سکنا بدن و اونا این کارها رو بسازن و نقاشی کنن. درباره این کاخ و سابقهش خانم مارینا الکسیتزه برای ما توضیح میدن. در همین تالار آینه منتظر هستم ملاقاتشون کنیم. درود میگم خانم مارینا الکسیتزه که اینجا قرار ملاقات داشتیم، چند بار ایشون رو دیدیم و این بارم در این اتاق آینه، قصر آینه باهاشون میتونم صحبت کنم و به سوالاتی که تو ذهن من میتونم جواب بدم. برای سوالی که تو ذهن همه ما هست در مورد قصر عجیب. خیلی قشنگه خانم مارینا، داستان این کاخ چی هست؟ خیلی
افسانه ها دربارش من شنیدم. این کاخ با اسم کاخ ارشاکون مشهور است و بنای این کاخ در تفلیس زندگی می کرد. او مرد خیلی باسواد بوده و این کاخ را بنا کرده و میگن که استادان از اصفهان آورده و استادان اصفهان آورده برای کاری این کاخ و آینه کاری آینه کاری و تمام این جزئیاتش خیلی جای حالتهای به درشت ایرانیش معلوم، از مرغ‌ها و گل‌هایی که از حتی فرشته‌ها در اتاقای کناری زن‌های نشستن کاملا شبیه زن‌های قاجارن، حتی اوائل قاجار یا زن‌های قدیم ایران. پس علت این که این اتاقهای ایرانی رو می‌سازه به خاطر گذشته خودش بوده؟ البته برای گذشته خودش، و ولی نه فقط در گرجستان و در تفلیس، مخصوصا در تفلیس در اون دوره مود بود. این اتاقهای ایرانی مود بود. من چند امارت داریم که در آن اتاقهای ایرانی هست. چه جالب. و اینجا هم قرار مرمت کنن و دو سال آینده هم، دو سال بعد از اینکه این فیلم رو داریم میگیریم، از ایران استادانی بیان و این کار تمام این گچبری ها و نقاشی آینه کاری رو تمام کنن. امیدوارم که اینطور بوده. در حال حاضر دارن بنا رو مستحکمش میکنن، چون خیلی واقعا به جز این اتاق اتاقای دیگه نمیشه خوب راه رفت. خیلی خرابه. خیلی خرابه. مستقیم طبقه یک. خیلی ممنون. من یه نگاه دیگه به اینجا بکنم. باشه. آدم یاد اصفهان و شیراز و زمان صفوی استادان اصفهان اینجا رو ساختن. خیلی متشکرم. اتاق گچ و آینه است با قندیل هایی که روش نقاشی شده، تمام اون نشانه های ایرانی هست، مرغ و بته و گل و گچ روی آینه و آینه روی گچ و این قندیل ها و مشبک ها، و اونجا هم عکس یک شاهزاده قاجاره و عکس یک زن گرجی که اونجا کنار پنجره عکسش کشیده شده. عجب دری و این پنجره‌های معروف سبک ایرانی که رنگی هستن و مشبک‌های خیلی کوچیک دارن. بعداً همین‌ها رو کپی کردم ولی در ابعاد خیلی بزرگتر، به اندازه ریزکاری نداره پنجره‌های جدید گرجی. و اینجا اوه، این اتاق داستانه اینجا. اینجا رو می‌بینیم که هنرمندان باز اصفهانی اینجا رو رنگ‌آمیزی کردن و ساختن. اون زنان رو این کاملاً زنای دوره قاجارن و حتی قبل از اون، و خورشید خانوم. و اونجا اصلا یه صحنه شاید باشه از ایران و قصه ای که دور تا دور این دیوار کشیده شده، حتی تکرار انگار یه سری صحنه‌هاش. و در اینجا هم این سالن بزرگیه که توش مجلس ها رو برگزار میکردن، پر از نشانه های مختلف. این چقدر نقاشی هست، چقدر داستان در سقف اینجا نقش شده، چه بناهایی اومدن اینجا، چه کارها کردن، واقعا شاهکار. و پنجره های باز مشبک و رنگین و این سقفش ممکنه خراب شد سرمون. عروس گل از باد سبا شده در چمن چهه کشا، علا ای سنم بر خدا زفرد تو رخ به در ندیده بود چهه نهفته کند جل بگری، تو چون از پری زیبا تری پر آینه جل سر دیده کسی هرگز بود بیچه زدن بوی گل پرده برفتن تا شود پرده نشین
پرده برافکن تا شود پرده نشین روی گام بسوز دل عقل صفا به عشق و به مهر و به وفا ای سنم هر آینه جلب سر کن هر آینه جلب سر در چمن چهره شام الا ای سنم بحر خدا زفرد تو رو به در کن زفرد تو رو به در ما در منطقه هستیم بهش میگم میدانی یعنی اون میدانه برای یه ترشنه خیلی سال این محله قدیم ترین شهر تفلیس است و از قرن 18 ایرانیان اهل تفلیس اینجا زندگی میکردن میدانی کمی بالاتر بوده این میدان چی بوده واقعا اینجا؟ این در این میدان یه بازار بزرگ بوده خانه های ایرانی هم بوده اینجا مسجد ها بوده محله ایرانی بوده این اصفهانه انگار بنای اصفهانی است این حمام است ولی به شکل مسجد ساخته است این جدیدترین حمام این محله است ولی به شکل مسجد های ایران ساخته ایرانی ها جمعیتشون اینجا چی کار میکردن؟ اینا را اونا ساختن؟ اینجا آنها بنه ها بودند تاجر بودند کار خلاف هم میکردن کار مخالف میکردن و این حمام ها هم داشتن؟ حمام ها داشتند این در حمام ها کار می کردند ایرانی خواهد دلات ها بودند الان البته دست آذربایجانی هاست اینجا کاملا بیشتر اینا رو آذربایجانی ها دارن و اون مسجد رو حالا بریم ببینی از وسط محله سیدآباد رد شیم که زمانی پر از ایرانی ها بوده بریم خیلی ساختمان قشنگ اینجا هست این ساختمان های گرجی گرجی قادیمی هست که به ایوان گرجی معروفه معروف یعنی ایرانی ها ممکن اینجا زندگی میکردن؟ بله اینجا زندگی میکردن از قرن 18 تا بعد تا بعد اینجا زندگی ساختمان دلبازی بوده داستان این مسجد چه این مال زمان شاه عباسه؟ در تفلیس دو مسجد بوده این مسجد قرن 19 میلادی پس این جدیده؟ جدیده ولی مسجد دیگه مسجد دیگه میگن که شاه عباس ساخته و این قدیمتر بوده ولی از بین رفته اون مسجد اون مسجد خراب شده در قرن 19 و کنار همون پولی که میگن آقا محمد خان حدود 100,000 نفر رو از بالاش پرت کرد توی رودخانه کور که گرجی‌ها مراسمی دارن یا جشنی دارن که اون 100,000 کشته و شهید دوران قاجار رو به یاد میارن گل میریزن توی این رودخانه که یادشون همیشه گرامی باشه این محله محله ایرانیان بوده و اسمش سیدآباد بوده و همه ایرانیان تفلیس اهل تفلیس در اینجا زندگی میکردند میدان و این مسجد و محله حمام ها حمام ها این همه سیدآباد بوده گفته میشه که ترکان عثمانی این مسجد رو ساختن و مسجد جالبیه سنی و شیعه در کنار همینجا نماز میخونن البته دو محراب و دو منبر مجزا دارن ولی یک سقف و یک مناره و این بود برنامه امروز ما و قسمتی از تاریخ ما و ادامه میدیم با موسیقی ما حتی همیشه قافیه دار شد خواهش کنم شما بده قطعه یکی ساخته خود جناب آقای مرزایی هستش به اسم پروانه با دایره هم نواخته میشه فعلا بدرود تا برنامه بعد موسیقی
Thank you.